Uh, می پر... البته یک دو نکته را اضافه کنم در رابطه با نقش نقش سپاه به سپاه پاسداران و شخص رفیق دوست و مرتضا رضایی در ارسال این پیجرها و تلفن هایی که در واقع باعث این جنایات شد میدانیم که حرکت نتانیاهو در قالب حزب الله یا امنیت اسرائیل و یا کرانه غربی و بازگشت همه و همه بهانه برای در واقع این حرکت ضد بشری علیه بشریته هیچ تعارفی نداره که جنایتکاری مثل نتانیاهو و ارتش ضد بشریش و وهوشی که به جان مردم افتادند با بحانه های گوناگون در واقع علیه بشریت هستند اینکه بخشی ها در اثر بیتردید ناآگاهی بیتردید در اثر نفرت کور به آنچه که خود این دستگاه ها دامن میزنند یعنی دنبال رو جریاناتی که نفرت پراکنی میکنند خیلی عجیب نیست حالا سیرای عجیزم توضیح خواهند داد هفته دو روز پیش دو روز پیش در واقع با فشارهایی که با دولت اصلا دولت آمریکا حزب دموکرات رئیس جمهور رئیس جمهور بایدن و کوشش میکنند به هر ترتیبی به اصطلاح جنگ رو متوقف بکنند کوشش میکنند به اصطلاح در آنجا آتش بس برقرار کنند در عین حالی که نمیتوانند همزمان از حمایت بی قید و شرط آمریکا از ادامه جنایات توجه بفرمایید واجه هایی که به کار رفته میشه ادامه جنایات حکومت تروریستی اسرائیل آنچه که در آنجا اتفاق میافتد در واقع کشتن فرماندهان حزب الله نیست حالا گیرم که چند تا از این فرومایگان سپاه پاسداران که تفاوتی سپاه پاسداران با سپاه ارتش ضد بشری اسرائیل ندارد مگر فراموش کرده ایم که در تمام مدت آنچه که به نام جنگ ایران عراق معروف شد چگونه توسط اسرائیل ارتش ایران و سپاه تشهیز میشد؟ هیچگاه دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل در ایران نه تنها لو نرفت بلکه کاملا سپاه پاسداران و بیت رهبری را ساخت شاید زمانی وقتی که از این گفته میشد که حکومت روح الله خمینی تمام و کمال در اختیار جنایتکارانی است که در حال حاضر در جهان این جنایت رو علیه بشریت تحمیل کردن یک نگاه کوتاه حضور پنا... میلیون ها پناهنده در سراسر جهان نشان نشاندنده چیست در اروپا و آمریکا نشان دخالت این حکومت های جنایتکار علیه مردم تحت سلطه و به اصطلاح کشورهای توسعه نیافته است گرده چرا ملیون ها نفر زندگیشان را از ایران، افغانستان، سوریه، لبنان، فلسطین و سایر کشورها، آفریقا رها کنند و راهی کشورهای اروپایی شوند و بعد این جنایتکاران بیلومالی در بوق تبلیغاتی ترامپ اعلام کنند که بله این اینها کسانی هستند که در واقع می آیند در آمریکا جنایت می کنند یابه ها رو ببینید و آن وقت دو روز پیش رفته است در این گرده همایه به صلاح یهودیان طلبکار هم شده است در همین گفتگو که چرا به من رأی ندادید 24 درصد فقط به من رأی دادید یهودیان آمریکا حتما سینای عزیزم اشاره خواهند کرد به این مسئله و اگر به من رأی ندهید اگر به من رأی ندهید اسرائیل نابود خواهد شد یاوه ها رو ببینید و این مردک فرومایه را ببینید علی خامنه‌ای جنایتکار را ببینید که این همه جنایت علیه بشریت می کند قلب و مغز و چشم و جانهای شیفته را مورد حمله قرار می دهد و آن وقت دهان کسیفش را باز می کند و از مردم فلسطین صحبت می کند توف بر تو خجالت نمی کشی مردک تو مردک جنایتکار و روح الله کسیف بیشترین خدمت را به این جنایتکاران کردید مگر آن روح الله جنایتکار نبود که نامه نوشت به جان اف کندی که مرا به قدرت برسانید آن چی که شما بخواهید من برایتان انجام می دهم مگر به اشاره آنها نبود که به عراق حمله کرد قدس از کربلا درست است که سیه که شهریور با بمباران شش, تا شش فرودگاه اصلی در ایران پنجابونه آغاز شد. ولی ولی چند سال پیش این دخالت نظام سلطه جهانی سرمایه داری جندیده زمینه های آن را فراهم زمینه های به قدرت رساندن آنها را آغاز کرده بود همون گونه که در حقیقت در عراق علیه آزادی و آزادی خواهان دار و دسته حزب بعث را تقویت کرد همانطوری که در پنجاوسه کودتای بیسه نانکین 1253 و, و یا 28 مرداد کودتا را را انداخت همانان, همان کسانی که آن جنایات را در ویتنام تحمیل کردن کودتای آمریکایی علیه سالوادور آلنده علیه سوکارنو همانطوری که داعش را تقویت کردند و به جان مردم انداختند و آن وقت با این بهانه که ما چند نفر از آنها را کشتیم بیایند و بگویند این جنایت را تعجب است که بعضی از کسانی که لازم نیست مبارز باشند ولی ذره انسانیت آیا ذره انسانیت میتواند حکومت جنایتکار علی خامنه ای و دارودسته کثیف و رزلش را توجیه کند اقدامات ضد انسانی ضد بشری ویرانگرانه نتانیاهو جریان صهیونیست را توجیه کند چه توجیهی دارد وقتی که رفیق دوست در تعداد با این اخباری که اینجا و آنجا منتشر شده دستگاه هایی رو سفارش می دهد. از طریق ایران پنج هزار دستگاه سه گرم داخل هر کدوم از آنها مواد منفجره فوق العاده قوی ایجاد شده قرار دادن این مواد موادی است که طوریست که در دست هر کسی که باشد انفجار ایجاد سه گرم بعد وقتی که دنبال میکنید که ببینید چجوری دست آنها رسیده از همون طریق به دست آنها رسیده حزب الله تا حالا میگفتند که در واقع بایستی قضه اون معبر فیلادلفی در حقیقت در اختیار قرار بگیرد باید گروگان ها زد بشوند. حالا ببینید بهانه ها رو چجوری تغییر دادن هزاران کسانی که اسکان داده شدهاند ببیشه به اصطلاح مردم وارداتی شهروندان وارداتی از کشورهای دیگر وگرنه اسرائیل کشوری است که از ابتدا بر اساس تروریزم آغاز به کار کرده است از ابتدا مشروعیتش را و مقبولیتش را از در واقع آنچه که به نام مذهب یهود میگیرد مذهب یهود و اسلام و عرض کنم که مسیحیت در تمام طول تاریخ توسط سو استفاده کنندگان از قدرت مورد سو استفاده قرار گرفته ربطی هم به باورهای بعضی از افراد ندارد